در مورد التهاب، التهاب یک پاسخی هست به آسیب سلولی برای اینکه بتونه اون آسیب رو از بین ببره و خاتمش بده. بنابراین به خودی خود چیز بد و پاتولوژیکی نیست. اما اگر این فرایند طولانی بشه، مثل وقتی که ما التهاب مزمن داریم یا بیش از حد باشه، مثل شوک سپتیک و یا نابجا بدون اینکه سلول آسیب دیده باشه فعال بشه، مثل بیماری اوتوایمیون، اینجاست که باعث پاتولوژی میشه. علائم اصلی التهاب 4 مورد هستن. یکی قرمزی که به خاطر وازودایلیشن هست که باعث افزایش فلو خون و در نتیجه اون رنگ قرمز میشه، که در واقع به واسطه هیستامین، پروستاگلندین ها و نیتریک اکساید هستش که این وازودایلیشن ایجاد میشه. بعدی تورم و در واقع سویلینگ هستش که به خاطر افزایش پرمیابیلیتی و نفوذپذیری عروق هستش که باعث میشه که مایع و پروتئین به داخل فضای انترسیس لیک پیدا بکنه و ما ادم رو داشته باشیم، که به واسطه لوکوترین های C4, D4 و E4 ایجاد میشه و همچنین هیستامین. لوکوترین B4 رو اگه خاطرتون باشه در کموتاکسی نقشش، اما C4, D4 و E4 برای افزایش پرمیابیلیتی عروق و ادم هستن. مورد بعدی درد هست که به واسطه پروستاگلندین E2 ایجاد میشه و نهایتا اختلال در فانکشن. در مورد علائم سیستمی که التهاب، ما تب رو داریم، لوکوسیتوز رو داریم و افزایش پروتئین های اکوت فاز ریاکتان که در آزمایش مشخص میشه. مکانیزم تب به این صورت هستش که پایروژن ها به عنوان مثال LPS میان و باعث میشن که ماکروفاژ ها اینترلوکین 1 و TNF آلفا رو ترشح بکنن، که اینها باعث افزایش فعالیت سیکلو اکسیژناز در هیپوتالاموس قدامی میشه و اونجا پروستاگلندین E2 افزایش پیدا میکنه به واسطه افزایش سیکلو اکسیژناز و نهایتا ست پوینت دمای بدن افزایش پیدا میکنه و تب ایجاد میشه. لوکوسیتوز رو داریم و افزایش در واقع اکوت فاز ریاکتان ها که این پروتئین ها در کبد تولید میشه و معمولا به واسطه اینترلوکین 6 هستش که سطحشون افزایش پیدا میکنه. در مورد اکوت فاز ریاکتان ها پازیتیف ها، یعنی اونها که سطحشون افزایش پیدا میکنه در حالت التهاب، ما سی ریاکتیف پروتئین رو داریم که میتونه به عنوان یک اپسونین عمل بکنه و کمپلمان رو فیکس بکنه. فریتین رو داریم که میاد و آهن رو سکستر میکنه و نمیذاره که در واقع اون پاتوژن و میکروب بخواد از آهن استفاده بکنه. فیبرینوژن رو داریم که باعث افزایش ESR در شرایط التهاب میشه. هاپتوگلوبین هست، هپسیدین هست که باعث کاهش جذب آهن در GI میشه و نهایتا آنمی بیماری مزمن به واسطه هپسیدین هستش که ایجاد میشه. پروکلسیتونین رو داریم که باعث در واقع در عفونت‌های باکتریال، خاطرتون باشه که افزایش پیدا می‌کنه، و در عفونت‌های وایرال نرمال هستش. پس پروکلسیتونین یکی از ایندیکیتورهای عفونت‌های باکتریال هست. و سرم آمیلوید A که در مورد آمیلویدوز گفتم یکی از عللش در واقع التهاب مزمن هست، مثل بیماری‌های روماتولوژیک که باعث افزایش پروتئین آمیلوید A میشن. نگاتیف ها یعنی اونهایی که در شرایط التهاب سطحشون کاهش پیدا میکنه، آلبومین هست، ترانسفرین هست و ترانستایرتین، که حتما این سه مورد رو خاطرتون باشه که داون رگولیت میشن. ترانسفرین مشابه فریتین، فریتین با افزایش سطح باعث سکستریشن آهن میشه و ترانسفرین با کاهش سطحش باعث میشه که آهن در داخل ماکروفاژ اینترنالایز بشه و اون پاتوژن نتونه از آهن استفاده بکنه و سروایوالش کاهش پیدا بکنه. خب در شرط عادی RBC ها بار منفی دارن و به خاطر همین یه دافعه در واقع مختصر نسبت به هم دارن و همدیگر رو دفع میکنن. در شرط التهاب که ما این پروتئین های اکوت فاز ریاکتانمون افزایش پیدا میکنه، به عنوان مثال فیبرینوژن، اینها بار منفی RBC رو کم میکنن و باعث میشن که اگریگیشن RBC ها افزایش پیدا بکنه و با سرعت بیشتری در لوله پیپت آزمایشگاه رسوب پیدا بکنن و اگریگیت بشن، که اصطلاحا میگیم ESR یا اریتروسایت سدیمنتیشن ریت افزایش پیدا کرده. ریت به معنی سرعت، یعنی سرعت سدیمنتیشن و اگریگیشن RBC ها زیاد شده. مواردی که باعث افزایش ESR میشن، خب همه مواردی که التهاب ایجاد میکنن، چه اینفکشن باشه، چه بیماری اوتوایمیون باشه، چه کانسر باشه، در پرگنانسی افزایش پیدا میکنه و همچنین در اکثر آنمی ها به خاطر کاهش، اینجا آنمی به خاطر کاهش RBC ها هستش که ما ESR مون افزایش پیدا میکنه، خب با سرعت بیشتری رسوب میدن. شرایطی که ESR کم میشه پلیسایتمی هست، گفتیم آنمی ESR رو زیاد میکنه، پلیسایتمی کاهشش میده. میکروسیتوز هست و شرایطی که هایپوفیبرینوژنمی داشته باشیم. یک مورد استثنا که حتما خاطرتون باشه آنمی سیکل سل هستش که ESR اش کاهش پیدا میکنه برخلاف بقیه آنمی ها.
خب التهاب حاد معمولا با افزایش سطح نوتروفیل ها مشخص میشه، معمولا به واسطه پاسخ ایمنی ذاتی هستش و با ادم و ورم همراهی داره. در مورد مدیاتورها به واسطه تولاک رسپتورها هستش که در واقع پاتوژن شناسایی میشه، سطح نوتروفیل اوزینوفیل میره بالا و همچنین به واسطه آنتیبادی هایی که از قبل ساخته شده هستن. به این پری اگزیستینگ بودن آنتیبادی ها توجه داشته باشین، همچنین کمپلمان ها و سایر سل هایی که در سیستم ایمنی ذاتی نقش دارن هم ما سایرشون توی التهاب حاد داریم. در مورد در واقع مکانیسمشون واسه وازودایلیشن میشن که بلاد فلو زیاد میشه و اون رنگ قرمز ایجاد میشه، تورم رو داریم چون پرمیابیلیتی عروق افزایش پیدا میکنه و همچنین اکستراوازیشن لوکوسیت ها که در مورد مکانیسمش و اون 4 تا استپی که اتفاق میفته بعدتر صحبت میکنیم، شامل مارجینیشن، ادهیژن، ترانسمیگریشن و میگریشن و نهایتاً چند تا آوتکام ممکنه که پیش بیاد برای التهاب حاد، یا به واسطه اینترلوکین 10 و TGF بتا بهبود پیدا میکنه، یا به واسطه اینترلوکین 8 تداوم پیدا میکنه، یا اگر عفونت هایی باشن که بتونن کواگولاس تولید بکنن مثل استاف اوروز تبدیل به آبسه میشه، یا باعث التهاب مزمن میشه و از طریق در واقع اپیسیا میان و آنتیژن رو به تیسل ها در واقع پرزنت میکنن و نهایتا به سمت التهاب مزمن ممکنه پیش بره. التهاب حاد بین 2 تا 3 روز طول میکشه و بعد از اون اگر پرسیست باشه تبدیل میشه به التهاب مزمن. خب در مورد اکستراوازیشن لوکوسیت ها که در ونول های پست کپیلری اتفاق میفته، این رسپتور ها و لیگاند هایی که واسطه هر کدوم از این 4 مرحله هستن خیلی مهمه که از خاطرتون باشه. مرحله اول مارجینیشن و رولینگ هستش که این در واقع استپ در بیماری لوکوسیت ادهیژن دفیشنسی تایپ 2 هستش که مختل میشه. در واقع اون رسپتوری که در واسکولیچر در واقع این مرحله رو انجام میدن ای سلکتین و پی سلکتین هستش. ای در واقع مخفف اندوتلیا خاطرتون باشه که در واقع در سلول اندوتلیوم روی سلول اندوتلیوم هستش و لوکوسیت ها هم به واسطه سیالی لیویس هستش و ال سلکتین که ال باز مخفف لوکوسایت هستش برای سیالی لیویس و ال سلکتین در لوکوسیت و ای سلکتین و پی سلکتین در سلول اندوتلیال باعث مرحله مارجینیشن و رولینگ میشن. پس کلا سلکتین ها برای مارجینیشن هستن. مرحله بعدی بایند شدن و ادهیژن هستش که در بیماری لوکوسیت ادهیژن دفیشنسی تایپ 1 این مرحله مختل میشه. در اندوتلیوم آی کم وان و وی کم وان هستن و در لوکوسیت ها اینتگرین ها هستن. بنابراین اینتگرین و آی کم و وی کم برای مرحله تایت باندینگ و ادهیژن هستن. در بیماری الیدی تایپ 1 هم اینتگرین ها در واقع کاهش پیدا میکنه سطحشون و این بیماری ایجاد میشه. در مورد الیدی تایپ 2 که گفتم برای مرحله مارجینیشن هست، چون سطح سیالی لویس کاهش پیدا میکنه مرحله مارجینیشن مشکل داره. مرحله بعدی دیابتس هست که به واسطه پیکم وان هم در لوکوسیت و هم در سلول اندوتلیال انجام میشه و توی مرحله وایت پی سی ها از بین سلول ها در واقع عبور میکنن و اصطلاحاً ترانس میگریشن انجام میشه و نهایتاً کموتاکسی که به واسطه کموکاین ها شامل C5A، اینترلوکین 8، لوکوتریان B4. پس یه بار دیگه مرور بکنم: مارجینیشن، ای سلکتین و پی سلکتین در اندوتلیوم و سیالی لویس و ال سلکتین در لوکوسایت. مرحله بایندینگ و اتیشن آی کم وان و وی کم وان در اندوتلیوم و اینتگرین ها در لوکوسیت. مرحله دیابتس هر دو هم لوکوسیت و هم اندوتلیوم پی کم وان هست. و در مرحله میگریشن هم که کموکاین ها هستن که مهمترینشون C5a، اینترلوکین 8 و لوکوتریان B4 هستن. خب در مورد التهاب مزمن معمولا مشخصش اینفیلتریشن سلول های مونوکلئار مثل ماکروفاژها و لنفوسیت ها هستش. عللش تایپ 4 هایپر سنسیتیویتی از علل مهمش هست، بیماری اوتوایمیون هستن و همچنین واکنش به اجسام خارجی فارین ماتریال. در مورد مدیاتورها این در واقع مسیر خیلی مهمه، معمولا تی هلپر 1 هستش که باعث ترشح اینترفرون گاما میشه، بعد از اون ماکروفاژها در واقع اکتیو میشن و باعث پاسخ التهابی میشن. اگر به سمت تی هلپر 2 و ترشح اینترلوکین 4 و اینترلوکین 13 بره، معمولا اینها آنتی اینفلاماتوری هستن و التهاب خاتمه پیدا میکنه. از نظر تظاهراتش معمولا اسکار رو داریم و ممکنه که التهاب مزمن به سمت نوپلازی هم پیش بره و ترانسفورمیشن پیدا کنه مثل هپاتیت سی، هپاتیت بی که به سمت هپاتوسلولار کارسینوما میرن، عفونت اچ پایلوری که مزمن میشه و به سمت آدنوکارسینوم معده میره.
خب در مورد ترمیم زخم ووند هیلینگ خیلی مهم هست مراحلش. من سوال زیاد دیدم در یوورد و چه در سوالات ام بی ام ای. خاطرتون باشه اف جی اف باعث آنژیوژنز میشه، اف جی اف و وی ای جی اف آنژیوژنز ایجاد میکنن، تی جی اف بتا باعث فیبروز میشه، پی دی جی اف باعث میگریشن سلول های در واقع عضله صاف میشه در محل زخم، متالوپروتئین ها باعث ریمودلینگ میشن و ای جی اف یا در واقع اپیتلیال گروث فاکتور باعث در واقع گروث و رپلیکیشن سلول ها میشه. خب این سه تا مرحله ای که الان خدمتتون میگم خیلی مهمه. مرحلهش مرحله التهاب یا اینفلاماتوری که 3 روز اول در واقع ترمیم زخم هست، افکتورهاش پلاکت هست، نوتروفیل هست و ماکروفاژ تو این مرحله کلات تشکیل میشه و ما نوتروفیل ها رو داریم در محل زخم بیشتر. مرحله بعد پرولیفراتیو هست که از 3 روز تا در واقع 1 هفته بعد از زخم هستش و مدیاتورها اینجا مایوفیبروبلاست ها هستن، مهمش فیبروبلاست هست و ماکروفاژ ها. توی این مرحله ما گرانولیشن تیشو ایجاد میشه، این کی ترم گرانولیشن رو حتما خاطرتون باشه، کلاژن تیپ 3 توی این مرحله ساخته میشه، بنابراین گرانولیشن تیشو، کلاژن تیپ 3، پرولیفریشن سلول ها و کانترکشن زخم که به واسطه مایوفیبروبلاست ها ایجاد میشه توی مرحله پرولیفریتیو هستش. و اگر که ما کمبود ویتامین سی و مس داشته باشیم توی این مرحله اختلال ایجاد میکنه. اگر خاطرتون باشه ویتامین سی بر سنتز کلاژن بود. در مرحله ریمودلینگ که از 1 هفته تا ماها بعد ممکن ادامه پیدا بکنه، مدیاتور اصلی فیبروبلاست ها هستن. توی مرحله کلاژن تایپ 3 کم کم با کلاژن تایپ 1 در واقع ریپلیس میشه و جایگزین میشه و ما کلاژناز رو توی مرحله داریم که باعث بریک داون کلاژن تایپ 3 میشه و کلاژن تایپ 1 جای اون رو میگیره. و اینکه در صورتی که زینک دفیشنسی و کمبود روی وجود داشته باشه ما مرحله ریمودلینگمون مشکل پیدا میکنه. یه بار دیگه مرور بکنم، 3 روز اول مرحله اینفلاماتوری هست، نوتروفیل رو خاطرتون باشه، پرولیفراتیو از 3 روز تا 1 هفته هستش، مایوفیبروبلاست ها و ماکروفاژ رو خاطرتون باشه، مشخصش گرانولیشن تیشو هست، کلاژن تیپ 3 هست، پرولیفریشن و کانترکشن زخم. و از 1 هفته تا 6 ماه هم که مرحله ریمودلینگ هست و توی مرحله کلاژن تیپ 1 افزایش پیدا میکنه و کلاژن از تیپ 3 رو در واقع بریک میکنه. خب گرانولوم یک نوع خاصی از التهاب مزمن هست که به واسطه در واقع فعالیت مداوم تیسل ها اتفاق میفته، ممکنه در پاسخ به عفونت باشه مثل تی بی، ممکنه ایمیون مدییتد و بیماری اوتوایمیون باشه و یا ممکنه که نسبت به واکنش به در واقع اجسام خارجی فارین بادی باشه. توی هیستولوژی اینها توی پاتولوژی ما سلول‌های اپیتلیوئید رو داریم، برای من کی ترم هاش خاطرتون باشه، سلول‌های اپیتلیوئید، سلول‌های مولتی نوکلئیتد ژانت سل که به خاطر در واقع فیوژن ماکروفاژ ها هستن. اگر که علتش عفونت باشه ما کاز اوس رو داریم، گرانولومون کاز اوس هست، و اگر که علتش غیر عفونی باشه نان کاز اوس هست. در مورد مکانیسمش خیلی مهمه که اینجا توی این شکل خاطرتون باشه مکانیسمش رو. اول ای پی سی وقتی آنتیژن رو پرزنت میکنه به تی سل با ترشح اینترلوکین 12 باعث میشه که تی سل به سمت تی هلپر 1 پیش بره، بعد از اون تی هلپر 1 اینترفرون گاما ترشح میکنه و باعث فعالیت ماکروفاژ ها میشه و ماکروفاژ ها با ترشح تی ان اف آلفا باعث در واقع تشکیل گرانولوم میشن. به خاطر نقش مهم تی ان اف آلفا در حفظ گرانولوم، اگر ما داروهای آنتی تی ان اف برای فردی شروع بکنیم باید قبلش تست تی بی بگیریم که در واقع این آنتی تی ان اف باعث نشه که گرانولوممون از بین بره و عفونت دیسمینیتد و منتشر بشه. بنابراین این داروهای آنتی تی ان اف رو خاطرتون باشه، نقش مهم تی ان اف توی حفظ گرانولوم و عدم جلوگیری از انتشار عفونت. چه خاطرتون باشه که گرانولوم با هایپرکلسمی ارتباط داره به خاطر در واقع افزایش فعالیت یک آلفا هیدروکسیلاز در داخل ماکروفاژ های گرانولوم که باعث افزایش فعالیت ویتامین دی میشن. خب این پایین هم علل در واقع گرانولوم رو گفته که گفتم اونهایی که اینفکشن کاز اوزن، اونهایی که نان اینفکشن هستن غیر کاز اوز هست گرانولومشون. در مورد سی جی دی کورنی گرانولوماتودیزیس خاطرتون باشه که جزء اینفکشس ها حساب میشه، عفونی ها و پنومونی هایپرسنسیتیویتی هم که غیر عفونی هستش. ما دو تا پاتولوژی در مورد ترمیم زخم و تشکیل اسکار داریم که به واسطه در واقع اختلال در ریژنریشن و ریمودلینگ زخم هستش که باعث افزایش
در واقع بافت همبند در محل زخم میشه به واسطه افزایش فعالیت تیجی اف بتا که فیبروز میداد و باعث فیبروز بیش از حد و در واقع تشکیل بافت همبند بیش از حد میشه. دو مورد هایپرتروفیک اسکار و کلوید هستش. تو هایپرتروفیک افزایش تایپ 3 کلاژن رو داریم که اینها محدود به هم بوردرهای زخم است و ریکارنس هم نداره. در مورد کلوید هم تایپ 1 و هم تایپ 3 خیلی بیش از حد افزایش پیدا میکنن و به صورت دیسورگانایزد هست این در واقع چینش کلاژن ها، برخلاف هایپرتروفیک که موازی و منظم هست و اینکه در کلوید ما از بوردرهای زخممون فراتر میره این تشکیل اسکار و تجمع کلاژن و اینکه ریکارنسش هم معمول هست. خب نئوپلاز در واقع پرولیفریشن مونوکلونال و غیر کنترل شده سلول ها هستن که ممکنه بیناین باشه و ممکنه مالیگنت باشه. سلول های نرمال معمولا یه پولاریتی دارن به سمت اپیکال. در شرط دیسپلازی این یونیفرم بودن سلول ها از بین میره، اورینتیشن یا همین اپیکال پولاریتیشون از بین میره. تغییرات هسته ای داریم مثل افزایش نسبت هسته به سیتوپلازم. کارسینومای این سایتو به این معنی هستش که کل تیکنس اپیتلیوم درگیر شده اما هنوز بیسمنت ممبران اینتکت هست. در کارسینوم اینویزیو بیسمنت ممبران در واقع سلول‌ها به بیسمنت ممبران حمله می‌کنن و با ترشح کلاژناز و متالوپروتئیناز باعث از بین رفتن بیسمنت ممبران میشن. ابتدا ایکاترین ها که باعث در واقع اتصال سلول‌ها به هم دیگه میشه لاس میشن و از بین میرن و بعد از اون هم که کلاژناز و متالوپروتئیناز باعث از بین رفتن بیسمنت ممبران میشه و به این ترتیب سلول‌ها میتونن وارد در واقع سطح زیرین بیسمنت ممبران و فضای انتریسیس بشن. در رابطه با نامگذاری تومورها، خب اونهایی که از سلول اپیتلیال منشأ میگیرن کارسینوم هستن، اونهایی که از در واقع سلول مزانشیم هستن به اسم سارکوم هستن. مشخصات بینایین ها این هستش که ول دیفرنشیتد هستن، بوردرشون مشخصه، میتوزشون کمه و نکروز ندارن. مالیگنت خب برعکس این حالت هستن و اینویژن دارن. در مورد دو تا ترم هامارتوم و کولیوستوم هم خاطرتون باشه که هامارتوم به معنی یه اوورگروس بافت هست در مکان نیتیو خودش، به عنوان مثال پولیپای پست جگرز که از کلون منشأ میگن و در واقع مکان نیتیوشون هم همون کلون هستش، و کولیوستوم به معنی بافتی هستش که در یک مکان خارجی و نابجا وجود داره، مثل بافت معده که در دیورتیکول میکل ممکنه وجود داشته باشه که در دیستال ایلئوم هست. خب نامگذاری هم هر جا کارسینوم و در واقع سارکوم داشته باشیم به معنی مالیگنت هستش، ولی جایی که فقط پسوند او ام ای یا اوما باشه به معنی بیناین هستش که خب این اسما رو معمولا همه میدونیم. در مورد تفاوت گرید و استش خیلی دقت بکنید، خیلی ساده هست و خیلی هم مهم. گرید به معنی دیفرنشیشن در واقع درجه دیفرنشیشن سلول ها هستش، یعنی چه میزان به بافت اوریجینشون شباهت داره. هرچی این دیفرنشیشن کمتر باشه و شباهتشون به بافت اوریجین کمتر باشه یعنی های گرید تر هستش. استش به معنی تهاجم به بافت های زیرین هستش، از بیسمنت ممبران رد شده یا نه، اینکه به لنف نودی متاستاز در واقع لنف نودی رو درگیر کرده یا نه و یا متاستاز داده و یا نه، که اصطلاحاً سیستم TNM هستش که این در واقع مشخصه، یا استیج پروگنوستیک در واقع ولیو یا ارزش پروگنوستیک بیشتری داره، به این معنی که اگر توموری استیجش بالاتر باشه و گریدش پایین‌تر باشه بدتر از توموری هستش که گرید بالاتر و استیج پایین‌تری داشته باشه، یعنی پروگنوزش بدتره. در مورد هالمارک های کانسر، خب کانسر به واسطه موتاسیون در دی ان ای ایجاد میشه که این ممکنه باعث در واقع رپلیکیشن بیش از حد و یا اختلال در ریپیر دی ان ای بشه و نهایتاً کانسر رو ایجاد بکنه. در مورد این در واقع مواردی کانسر ایجاد میکنه، حالا یا پروتون کجن فعال میشه، تومور ساپرسور در واقع غیر فعال میشه، یا ممکنه ایکاترین فانکشنش از بین بره، همه اینها مستعد کانسر میکنن و مکانیزم کانسرهای مختلف هستن. فقط موردی که میخوام اینجا تاکید بکنم اثر واربرگ هست که به معنی در واقع شیفت گلوکوز متابولیسم از سمت در واقع اکسیداتیو فسفوریلیشن به سمت گلیکولیز هست که بتونه در واقع کربن کافی برای سنتز استراکچرهای سلولار رو برای سلولهای تومور ایجاد بکنه، و همچنین فرار از سیستم ایمنی که مکانیزمش در سلولهای تومورال معمولا کاهش بیان MHC کلاس 1 هست در سطح سلولهای تومورال که در واقع سلولهای سایتوتوکسیک تی سل نتونن اونها رو شناسایی بکنن، و یه مکانیزم دیگه شون هم فاکتورهای ایمون ساپرسیو هست مثل تی جی اف بتا که ترشح میکنن. در مورد اینویژن تومورها گفتم که اول ایکاترین که در واقع اتصال بین سلول ها هست از بین میره و بعد از اون سلول های تومورال با متالوپروتئیناز و یا کلاژناز بیسمنت ممبران رو از بین میبرن و وارد اون در واقع بافت زیر بیسمنت ممبران میشه و تهاجم پیدا میکنن.
و نهایتا متاستاز که به معنی اکستراوازیشن سلول های تومورال هستش به درون عروق لنفاتیک یا عروق خونی، که حالا این که به کجا متاستاز بدن بستگی به درانش لنفاتیک داره که من تو قسمت ایمونولوژی خدمتون گفتم، و همچنین تروپیسم سلول ها که به عنوان مثال کانسرهای ریه تروپیسم دارن به قدرت آدرنال برای متاستاز. خب بسیار از مکانیسم‌ها که سلول‌های تومورال به واسطه اونها از سیستم ایمنی در واقع فرار می‌کنن باعث شده که اینها بشن تارگت ایمونوتراپی در کانسرها. یکی از اینها اینتراکشن بین PD-1 روی سلول‌های تی سل و PD لیگاند هستش روی سلول‌های تومورال که باعث اگزاستشن تی سل‌ها و عدم فانکشن اونها میشه، که ما از طریق آنتی‌بادی که بر علیه PD-1 هستن ایمونوتراپی رو می‌تونیم انجام بدیم که مهم‌ترینش پمبرولیزومب هستش. مکانیسم دیگه در واقع واکنش بین CTLA-4 روی تی سل هست و CD28 برای APC که در برابر سیگنال کوستیمولیتوری که باعث فعال شدن تی سل ها میشه در واقع رقابت میکنه با اون و مختل میکنه این سیگنال کوستیمولیتوری رو و باعث عدم فعالیت تی سل ها بر علیه سلول تومورال میشه، که خوب از باز از طریق آنتیبادی بر علیه CTLA-4 مثل ایپیلیمومب ما میتونیم که ایمونوتراپی رو انجام بدیم. در مورد اپیدمیولوژی کانسرها انسیدانسشون در میل به صورت به این صورت هستش که اول پروستات، بعد لانگ و بعد کلون، و در مورد فیمیل برست هست و بعد از اون لانگ و کلون هستش. در مورد مورتالیتی در هر دو جنس در واقع کانسر ریه میاد در درجه اول قرار میگیره و بعد از اون پروستات در میل و برست در فیمیل و نهایتا کلون کانسر کلون هست. در واقع بین 0 تا 14 سال هم ترتیب انسیدانس و هم مورتالیتی به این شکل هستش که اول لوکمی هست و تومورهای CNS و بعد از اون نوروبلاستوما هستن.